سلام به همه دوستان، اگر میخواهید بدونید چطور صدا سیما دیشب یه قهرمان ملی رو در برنامه زنده حذف کرد، جای درستی اومدید. دیشب علیرضا حیدری قهرمان کشتی کشورمون تو برنامه زنده اختتامیه المپیک وسط حرفاش درباره موضوع حساس مجبور به ترک برنامه شد. ولی واقعا چی پشت پرده این اتفاق عجیب بود؟ اگر میخواهید تمام جزئیات این ماجرا رو بدونید حتما تا آخر این ویدیو با من باشید، چون این یکی داستانش با بقیه فرق میکنه. دوستان، اتفاقی که دیشب توی شبکه ورزش افتاد هم عجیب بود هم تلخ. علیرضا حیدری قهرمان کشتی و یکی از افتخارات ورزش کشورمون به عنوان مهمان توی برنامه اختتامیه المپیک حضور داشت. مثل همیشه تلویزیون به سبک خودش این برنامه رو با سانسورهای زیادی پخش میکرد، ولی چیزی که این بار اتفاق افتاد خیلی عجیب بود. مجری برنامه از حیدری پرسید که تلخترین صحنه المپیک برای شما چی بوده، و حیدری بدون معطلی به داستان کیمیا علیزاده و ناهید کیانی اشاره کرد. اینکه چقدر این ماجرا غمگینش کرده بود، دلش برای این دوتا دختر سوخته. اما همین که حرفش به اینجا رسید، مجری برنامه فوراً صحبتش را قطع کرد و به بهانه پخش تصاویر مراسم مکالمه را عوض کرد. ولی این همه ماجرا نبود. بعد از اینکه صحبت‌ها قطع شد و تصاویر پخش شد، وقتی برنامه دوباره به حالت عادی برگشت، دیگه از علیرضا حیدری خبری نبود، انگار که اصلا نبوده. ولی داستان به همینجا ختم نشد. بعد از برنامه معلوم شد که توی پشت صحنه اتفاقی افتاده که باعث شده حیدری مجبور بشه ناگهانی برنامه رو ترک کنه. حالا سوال اینجا، چرا صدا سیما تحمل شنیدن این حرفا رو نداره؟ چرا اصلا از حیدری همچین سوالی پرسیدن اگه نمیخواستن جوابش رو بشنون؟ این رفتار فقط نشون میده که چقدر حساسیت بالاست و چقدر رسانه ملی از پاسخگویی به مسائل واقعی فراریه. حالا بریم سراغ واکنش ها. امیر حسین، یکی از کاربران فضای مجازی، نوشت خیلی راحت علیرضا حیدری رو از برنامه زنده وسط پخش مراسم اختتامیه المپیک بیرون کردن، چون فقط گفت بابت اینکه کیمیا علیزاده مجبور به مهاجرت از ایران شده ناراحته. چه جای عجیبی شده این صدا سیما. یوسف هم در واکنش به این اتفاق گفت علیرضا حیدری رو آوردن شبکه ورزش، ازش پرسیدن تلخ‌ترین صحنه المپیک کدوم بود. جواب داد مسابقه ناهید کیانی و کیمیا علیزاده، و امیدوارم دیگه همچین صحنه‌ای پیش نیاد و بچه‌هامون تو کشور خودمون ورزش کنن. وسط برنامه باهاش خداحافظی کردن و عذرشو خواستن. این واکنش‌ها نشون میده که مردم هم از این رفتار صدا سیما عصبانی و شوکه هستن. واقعا چطور میشه با یک قهرمان ملی همچین رفتاری کرد؟ پری هم توی فضای مجازی نوشته وسط برنامه زنده علیرضا حیدری قهرمان پیشکسوت کشتی ایران رو انداختین بیرون، فقط برای اینکه گفت دلم برای کیمیا علیزاده سوخت. این اتفاق فقط یک حادثه نیست، این نوع برخورد نشون دهنده یک مشکل بزرگ توی رسانه ملی ماست. وقتی که یک رسانه به جای شفافیت و پاسخگویی به سانسور و حذف افراد روی میاره، به مرور زمان اعتماد عمومی رو از دست میده. این رسانه داره با این نوع رفتارها خودش رو از مردم دورتر میکنه. شاید این اولین باری نباشه که صدا سیما با مهمونای برنامه‌های زنده همچین برخوردهایی کرده، ولی هر بار که این اتفاق میفته مردم بیشتر از قبل ازشون فاصله میگیرن. در بلند مدت این برخوردها میتونه به از دست رفتن کامل اعتبار رسانه ملی منجر بشه. خب دوستان، این اتفاق دیشب فقط یه نمونه از رفتارهای عجیب و غریب صدا سیما بود. واقعا این که یک قهرمان ملی به خاطر گفتن حرف دلش، اون هم به شکلی محترمانه، مجبور به ترک برنامه زنده بشه، نشون میده که مشکلات عمیقی در این رسانه وجود داره. شما هم نظرتون رو درباره این اتفاق بگید. به نظرتون چرا صدا سیما اینطور رفتار میکنه؟ آیا فکر میکنید که مردم حق دارن دیگه بهشون اعتماد نکنن؟ توی کامنت ها برامون بنویسید، چون واقعا کنجکاویم بدونیم شما چی فکر میکنید. دوستان عزیز، اگر از این ویدیو خوشتون اومد و دوست دارید بیشتر درباره حواشی روز ایران بدونید، حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو روشن کنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید. همچنین
اگه نظری، سوالی یا حتی پیشنهاد موضوعی دارید خوشحال میشم توی کامنت ها برامون بنویسید. ما اینجا هستیم تا با هم به این مسائل بپردازیم و از حقایق پرده برداریم. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشید و حواستون به اتفاقات دور و برتون باشه. خدا نگهدار.